خواهران گرامی، سروران عزیز، در خدمت شما هستیم با آخرین برنامه از این سری برنامه ها که برای شما تهیه کردیم که هر هفته برای شما پخش شد. با این برنامه در خدمت شما هستیم با سوالی دیگر و به همراه برادر عزیزم جوزف، کشیش جوزف، و سوالی دیگر رو مطرح خواهیم کرد. اما قبل از اون میخوام دعوتتون کنم که وبسایت رو حتما مشاهده کنید و سوالاتتون رو برای ما بفرستید. ولی امروز نمیخوام فقط وبسایت پرپاسخ رو به شما اعلام کنم، میخوام وبسایت های دیگری هم هست که میتونید از اونها استفاده کنید. و ما یک پورتال داریم و وقتی که میگم ما، منظورم شورای کلیسایی 222 هست. یک پورتالی داریم به اسم www.farsinetwork.com و farsinetwork.com این پورتال هست و میتونید سایت های مختلف سازمان کلیسایی 222 رو مشاهده کنید. سایت های از قبیل جوانان و مروارید ایران که به آسیب دیدگان اشاره داره، و همچنین FCNN که فارسی CNN هست، فارسی کریستین نیوز نتورک، یعنی شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان، و سایت های مختلف دیگه، فارسی CRC که مرکز پژوهش های مسیحی هستش، و پرپاسخ که یکی از اونهاست. پس به این وبسایت ها مراجعه کنید و امیدوارم که از اونها بهره زیادی رو ببرید. میدونم که در ایران وبسایت ها بعضی هاشون فیلتر هستن، ولی کاملا آگاه هستم که بسیاری از شما ایرانی ها از فیلتر شکن ها استفاده می کنید و میتونید از طریق فیلتر شکن ها وبسایت های ما رو مشاهده کنید و بخونید. پس دعوتتون می کنم به این برنامه و این سوال این هفته. ولی قبل از اون میخوام از برادرم جوزف بخوام که خودشون با شما یک سلام علیکی بکنن و تشکر میکنم ازشون که با ما همراه بودن در تمام این مدت با 39 برنامه‌ای که اجرا کردیم و این آخرینه و 40مین برنامه است. و واقعا متشکرم برای صبرتون که منو تحمل کردید، و دوستان عزیز استودیو که فیلمبرداری میکنن و همچنین ادیت میکنن، از صبرشون، تحملشون، اینکه ما رو تحمل کردن، منو مخصوصا تحمل کردن، متشکرم. و واقعا 40مین برنامه رو اجرا میکنیم. پس بعد از جوزف در خدمت شما هست. خیلی ممنون از پذیرایی خیلی خیلی گرمی که داشتیم، و واقعا تشکر میکنم. پذیرایی گرم، مثل خونه خودمون راحت و آسوده بودیم، و این 40مین برنامه است. خدا رو شکر میکنم برای این فرصتی که شامل حال ما شده تا به خونه های شما توسط تکنولوژی بیاییم و از کلام خدا بیان کنیم. بازم متشکرم و افتخار هست برای من که در خدمت شما بودم. مرسی، مرسی. واقعا وقت خیلی خوبی داشتیم با هم و فرصت‌های عالی داشتیم، و فردا هم می‌خوای با هم بریم یکم هلند رو بگردیم و جاهای دیدنی این کشور زیبا رو ببینید. و دوستان عزیز، سوالی که مطرح است و سوال این هفته است با شما در میون میذارم و همچنین با برادرم جوزف که باید جواب بدن. برادرمون جوزف از افرادی هستند که تحصیلات عالی الهی، علم الهی دارن و در آمریکا مطالعات علم الهی داشتن و مدیر 222 بایبل کالج هستن که وبسایتش از 222bc.org که افراد میتونن در اونجا عضو بشن و در دانشگاه و به صورت مجانی رایگان درس ها رو دنبال کنن، و دانشکده الهیات سازمان 222 هست. خیلی عالی. سوال این هفته این است برادر جوزف: آیا مسیحیت با رابطه جنسی قبل از ازدواج موافقه یا خیر؟ خیر. بله، کاملا روشنه. موضوع تموم شد؟ بله، تعطیل کنید دیگه. اکیداً خیر. بله. و موضوعاتی هست در کلام خدا
که کاملا روشن واقعا شاید روشن نباشه آیا یک ایماندار اجازه داره سیگار بکشه یا نه. آیات جنبی هست، جوابش خیره. اما میشه بحث کرد، بله، ولی بازم جوابش خیره. ولی سوالاتی هست مثل سوالی که الان اینجا کردین، بله، و جوابش بلا فاصله خیره، همیشه خیره، و دلایل خیلی خیلی خوبی هم هست برای این. شیطان اون چیزی رو که خوبه و خدا برای خیریت ما، خدا برای خیریت ما آفریده، برای مثال رابطه با بین یک زن و شوهر، پس شیطان این یه چیز خوب رو گرفته و تبدیل کرده به یه چیزی که واقعا زشته، مثل پورنوگرافی، مثل رابطه جنسی قبل از ازدواج، یا همجنسگرایی، یا همجنسبازی، هر چیزی که خارج از چارچوب ازدواج باشه. و در کلام خدا در عبرانیان باب 13 آیه 4 می‌خونیم. اجازه میدید بخونم؟ حتماً. بله، عبرانیان باب 13 آیه 4. بله، چون سالها پیش با یک نفر صحبت می‌کردم، با یک شخصی، و گفت که در هیچ جای کتاب مقدس ننوشته که ما باید ازدواج کنیم. و من تعجب کردم، گفتم جدی میگی شما کتاب مقدس رو خوندید؟ گفت بله من خوندم، ولی گفتم که پس این آیه رو ندیدید. 13 آیه 4. زناشویی یا زناشویی باید در نظر همگان محترم باشد و بسترش پاک نگاه داشته شود، زیرا خدا بی عفتان و زناکاران را مجازات خواهد کرد. حالا اجازه بدیم به فارسی خودم بگم. بله. خدا میگه که ازدواجتون رو احترام بذارین. بله. و بستر ازدواج پاک هست. بله. و پاک نگهش دارین. بله. درست بله. ترجمه دقیقا. کردم؟ بله دقیقاً. تفسیرش درست بله. بود؟ دقیقاً. و بسترش پاک نگه داشته شد. بستر ازدواج رو ما پاک. وظیفه داریم که پاک نگه داریم. بله. و به ازدواج احترام بذاریم. اگه ازدواج نکردیم باز هم باید به ازدواج احترام بذاریم. بله. اگه ازدواج کردیم، بله، که دیگه باید بیشتر پاک، باید اونو پاک، بسترش رو پاک نگه داریم. درسته. بله. و کلام خدا در کتاب مثال‌های خیلی خیلی زیادی هست. بله. و البته وقت اجازه نمیده، ولی در اعمال رسولان، بله، باب 15 آیه 20 هم نویسنده این کتاب لوقا میگه که بی عفتی رو انجام ندهید. بله. باب 15 آیه 20. بله، آیه رو، بله، اینجا میگه زیرا از، بله، اما باید در نامه ای از ایشان بخواهیم که از خوراک آلوده به بت پرستی، بی عفتی، گوشت حیوانات خفه شده و خون بپرهیزند. از بی عفتی بپرهیزند. بله، بی عفتی. بی عفتی منظورش رابطه خارج از ازدواج، خارج از چارچوب ازدواج بین یک مرد و یک زن. بله. و کلام خدا خیلی واضحه که وظیفه ما چیه، و خدا دوست نداره چیزی رو که مقدس هست مردم به خصوص ایمانداران اون رو ناپاک کنه. بله دقیقا. و ازدواج رو خود خدا پایه‌گذاری کرد، اگه درسته؟ بله جوزف؟ حتما. خدا بود که ازدواج رو پایه‌گذاری کرد، اولین زن و شوهر رو عقدشون رو خدا جاری کرد در حقیقت. بله. و اونا آدم و حوا بودن. و خیلی مهمه که ازدواج مقدس شمارده بشه و حفظ بشه، و کتاب مقدس ازدواج رو خیلی مقدس میدونه، و ازدواج، تعهدی که در ازدواج هست خیلی مهمه، مهمتر از خود ازدواج هستش. درسته. و ما در ازدواج به هم تعهد داریم، نسبت به هم عهد میبندیم، زن و شوهر نسبت به هم در حضور خدا عهد میبندیم،
و عهدی که میبندیم ابدیه، یعنی عهدیه که تا زمانی که مرگ ما رو از هم جدا کنه ادامه داره. و کتاب مقدس کاملا این مشخصه که ازدواج مقدسه. درسته. و در عهد عتیق ازدواج ها به انواع به نوع مختلف بود. مثلا ابراهیم معلومه که پسرش اسحاق و زنش ربکا رو عقد کرد و اون زمان پدر بود که یا پدر یا شیخ جماعت بود که اونها رو عقد میکرد و در حد یک پیر جماعت بود که اونها رو عقد میکرد. در عهد جدید کشیشان هستن که مشایخ کلیسا هستن و اونها هستن که عقد میکنن. اینطور نیست؟ حتما. و کلام خدا به گفته پولس هم میگه که بگذارید که یک چیز شگفت انگیزی در مورد ازدواج به شما بیان کنم. بله. که دو نفر وقتی که ازدواج میکنن، مرد و زن، در چشم خدا یک نفر شمرده میشوند. بله. پس وقتی که یک تن هستن، یک تن هستن و وقتی که خدا من و همسرمو نگاه میکنه، ما رو جدا از هم نگاه نمیکنه، ما رو یک نفر میبینه. یک نفر میبینه. پس اگه خدا ما رو چنین به هم ما رو به هم دیگه متحد کرده، بله، پس ما چطور میتونیم خارج از اون، بله، رابطه داشته باشیم؟ بله، دقیقاً. و واقعاً یه چیزیه که باعث ناراحتی خدا هست. بله. یک گفته زیبایی است به انگلیسی که من میخوام بهش اشاره کنم که میگه Real love waits، و من این گفته رو خیلی دوست دارم. عشق واقعی منتظر میمونه. بله. و کسی که واقعا میخواد ازدواج پاکی داشته باشه، خودشو پاک نگه میداره تا ازدواجش، و اون موقع است که وقتی ازدواج میکنه، ازدواجش معنای خاصی پیدا میکنه و تقدس خاصی داره واقعا، و هم زن و هم مرد به یکدیگه احترام میذارن، چون که به خاطر عشقشون خودشون رو پاک نگه داشتن. و واقعا عشق واقعی منتظر میشه. درست. و حاضر پرهیزکار باشه، حاضر، و میدونید خیلی راحته که آدم هر شهوتی که داره راحت شهوتش رو به جا بیاره و قانونی هم نباشه، مثل قانون حیوانات. ولی کتاب مقدس علنا میگه که ما باید پرهیزکار باشیم. جوانانی که علایق جنسی دارن و میگن که ما با علایق جنسیمون چیکار کنیم، پس ما چطور میتونیم با اونا بجنگیم و با اونا در ارتباط باشیم، کتاب مقدس میگه پرهیزکار باشید و خودتون رو پاک نگه دارید، جوانی پاکی داشته باشید. و کتاب مقدس راه حلالی گذاشته، میگه به چه چیز مرد جوان راه خود را پاک میسازد؟ به نگاه داشتنش موافق کلام خدا. بله. درست. کلام خدا میتونه فکر شما رو عوض کنه و میدونید یک چیزی که وسوسه رو از ما دور میکنه، وسوسه همونطور که فکر ما رو مشغول میکنه و باعث گناه میشه، ما میتونیم فکرمون رو مشغول کلام خدا بکنیم و از گناه بپرهیزیم. پس همونطور که فکرمون به طرف وسوسه گرایش پیدا میکنه، ما میتونیم فکرمون رو گرایش بدیم به طرف کلام خدا. حتما. دقیقا. و برای همینم کتاب مقدس میگه که مبادا در میان شما از بی‌عفتی یا هر گونه ناپاکی یا شهوت پرستی حتی یک سخنی به میان بیاد. بله. حتی به انگلیسی میگن یک هینتی باشه، یعنی بله. حتی یه سخن، بله، سخن یک کلمه ای هم نباشه، وجود داشته باشه. بله. پس خدا از ما انتظار داره. بله. و اگه خدا از ما چنین انتظاری داره، پس حتماً به ما این قدرت رو هم میده که از او اطاعت کنیم، و چنین چیزی نیست که من نمیتونم یا قادر نیستم. چنین چیزی وجود نداره. بله. روح قدوس، روح خدا به اومده که ما رو کمک کنه که برای او، برای خداوند و برای زوجمون یا زوجمون، بله، پاک نگه داریم خودمونو. دقیقاً. یک چیز خیلی مهمه که بدونیم که ازدواج از نظر خداوند یک چیز مقدسی، یک امر مقدسیه. درست. و حتی خدا رابطه خودش با قوم اسرائیل رو به یک ازدواج تشبیه میکنه، و اگرچه قوم اسرائیل بارها خیانت کردن نسبت به خدا، ولی خدا بر سر عهدش موند. خدا خدای
پیمان هاست و در اگه کلام خدا رو ما مطالعه کنیم میبینیم که خداوند با اشخاص بسیار و یا قوم‌های بسیاری عهدی بست و پیامی بست، پیمانی بست. خداوند با ابراهیم پیمان بست، با داوود با نوح پیمان بست، با داوود پیمان بست، با کلیسای خودش پیمان بسته. و ازدواج درست مثل پیمانیه که خداوند با کلیسای خود بسته. پس همینطوری که ما دوست داریم که خداوند حرفشو حرف بدونه و پیمانشو که با ما بسته سرش بیسته، خدا هم از ما انتظار داره اون پیمانی که ما با همسرمون بستیم به اون پیمان وفادار و استوار بمونیم و غیر از اون مثل اینکه ما خیانت کردیم و مثل اینکه ما یه سدی کشیدیم جلوی برکات خدا. آمین. دقیقاً. و کتاب مقدس شدیداً بر ضد طلاق، به خاطر اینکه ازدواج رو مقدس میدونه و دیگه که وقتی ما عهد میبندیم با هم دیگه باید تا ابد، تا زمانی که مرگ ما رو از هم جدا کنه سر پیمانمون باشیم. ازدواجای قدیمی که در فامیلای ما بود، در ازدواجای قدیمی با تمام مشکلاتی که ازدواج داشت، روابط داشت، اینا من خوب یادم این که چقدر زن و شوهر به هم وفادار میموندن با تمام مشکلات و در آخر چقدر عاشقانه میشد روابط. ولی امروزه ازدواج ملوث شده، واقعا بی‌معنا شده و امروزه در دنیای غرب مخصوصا اصلا رابطه زناشویی معناش و رنگش رو از دست داده و هر کسی با وقاحت واقعا به هر نوعی که میخواد زندگی میکنه و چقدر مهمه که این تعهد ازدواج باشه. و در تعهد ازدواج در حقیقت یک دیوار امنی دور ازدواجمون میکشیم. وقتی به هم تعهد داریم، احساس مسئولیت داریم نسبت به هم و نسبت به خداوند، یک دیوار امنی دور خودمون کشیدیم. ولی وقتی این تعهد ازدواج نیست، دیوار امن هم در این ازدواج نیست. درست. کتابایی هست که میتونید مطالعه کنید دوستان در مورد مسائل زناشویی یا در مورد رابطه زناشویی و در مورد ازدواج. تشویقتون میکنم این کتابا رو بخونید. کتاب پیمان ازدواج نوشته دریک پرینس، کتاب خیلی زیباییه و عالی و میتونید از طریق اینترنت دانلود کنید و بخونید. کتاب قصه پیوستن، کتاب خیلی زیباییه که تشویقتون میکنم حتما بخونید و دیدگاه مسیحی رو در مورد رابطه زناشویی و ازدواج صحبت میکنه. به صورت یک داستان خیلی زیبا قصه پیوستن این مسائل رو توضیح میده از دیدگاه مسیحی. کتاب مشکلات زناشویی ترجمه تاتئوس میکایلیان که شهید شدن، شهید تاتئوس میکایلیان و ایشون کتاب مشکلات زناشویی رو ترجمه کردن و کتابای زیاد مسیحی به زبان فارسی نوشته شده در رابطه با ازدواج. تشویقتون میکنم حتما بخونید. آمین. خدا رو شکر. پس خیلی مهمه که در ازدواج ما وفادار بمونیم و پاک بمونیم و ادامه بدیم. حتما. در ازدواج مسلماً ناسازگاری‌هایی در روابط به وجود میاد. بعد از جوزف شما در ازدواجتون تالا نشده بحث کنید با زنتون، با همسرتون و مشکلی نداشتید؟ تا حالا نشده بحث نکنیم. ولی خدا رو شکر بعد از 36 سال ما همدیگر رو مثل اول دوست داریم و بیشتر. بله. و من دیدم چطور عاشقانه همدیگر رو دوست داریم و این فیض خداست. بله. چون خدا در ما زندگی میکنه و چون خدا در ما زندگی میکنه ما هم به آسونی میتونیم از دستورهای او اطاعت کنیم و از برکات خداوند برخوردار باشیم. در کتاب پتروس رسول نوشته که اگه میخواهین
جواب دعاهاتون رو بگیرین، با همسرتون، با همسرتون روابط خوبی داشته باشین. پس یکی از موانع دعا در حقیقت اینه که همسرمون رو ناراحت کنیم. درسته. پس یکی از دلایلی که شاید عزیزان دعاشون شنیده نمیشه اینه که شاید با همسرشون رابطه خوبی نداریم. بله. ولی خدای زنده که در شما زندگی میکنه مشتاق و مایل و قادر که اونی که شما نمیتونین انجام بدین برای شما آسون کنه و در شما زندگی میکنه این خداوند، خداوند ما عیسی مسیح، و راه حلی هست برای اینکه زندگی زناشویی خیلی خوب و شیرینی داشته باشه. آمین. در ازدواج یک چیزی که خیلی مهمه اینه که ما رابطه‌مون رو با خدا حفظ کنیم. زن و شوهر وقتی به خدا نزدیک میشن، یک مثلثه، مثلث معروف، که زن و شوهر در دو گوشه مثلث هستن و خدا در بالای مثلث. بله. و هر چقدر به خدا نزدیک میشن به هم هم نزدیک میشن. بله. پس رابطه ما با خدا تضمین کننده رابطه نزدیک ما به یکدیگر خواهد شد. و این نه فقط در رابطه زناشویی، در رابطه کلیسایی هم همینطوره. هر چقدر ما به خدا نزدیک میشیم با برادران و خواهرانمون هم بیشتر صمیمی و با محبت میشیم. بله. اینطور نیست برادر جوزف؟ حتماً، حتما. بله دقیقاً. پس ازدواج چیز خیلی شیرینیه، رابطه شیرینیه که خدا ایجاد کرده، خدا بانی اون بوده و برکت داده ازدواج رو، و خدا میخواد که در ازدواج ما شبیه عیسی مسیح بشیم. و در حقیقت پولس رسول میگه که ازدواج بین یک زن و شوهر شبیه رابطه مسیح با کلیساست. و من همیشه وقتی میخوام در ازدواجم رابطه‌مو با خانومم، با همسرم بسنجم، همیشه خودم رو مقایسه میکنم با رابطه مسیح با کلیسا. چقدر مسیح کلیسا رو محبت کرد، خدمت کرد و فروتن شد برای کلیسا. راه کلیسا جانش رو داد. بله واقعا واقعا. و در راه کلیسا جانش رو داد. و چقدر کلیسا همچنین مسیح رو دوست داره و میپرسته مسیح رو و اطاعت میکنه از مسیح. و بعضیا میگن که چرا در مسیحیت میگه زنان باید از شوهران اطاعت کنن، نمیگه شوهرها باید از زنان اطاعت کنن. مخصوصا خانم‌ها این سوال رو میکنن. من در جواب این خانم‌ها باید بگم که کتاب مقدس فقط به زنها نمیگه اطاعت کنین، به مردا هم میگه اطاعت کنین. و خیلی جالبه، بگذارید این آیه رو بخونم که خیلی روشنه. افسوسیان باب 5، قبل از اینکه به زنها بگه تسلیم شوهران خود باشید، ببینید چی میگه. در آیه باب 5 آیه 21 میگه به حرمت مسیح تسلیم یکدیگر باشید. خیلی قشنگه. پولس رسول اول میگه تسلیم یکدیگر باشید، یعنی از همدیگه اطاعت کنید، زن و شوهر. یعنی هم شوهر باید زن رو اطاعت کنه و هم زن رو اطاعت کنه، زن شوهر رو. و بعد میگه که ای زنان تسلیم شوهران خود باشید همان گونه که تسلیم خداوند هستید، زیرا شوهر سر زن است، چون که مسیح نیست سر کلیسا. بعضیا میگن که این که مسیح کتاب مقدس میگه سر زن شوهر، منظور اینه که رئیسه. ولی اشتباه نکنیم، رئیس با سر فرق میکنه. سر در بدن برای بدن تدارک میبینه، برای بدن فکر میکنه، برای محافظت بدن فکر میکنه و همه چیز رو تدارک میبینه برای بدن. پس اینطور نیست که وقتی کتاب مقدس میگه مرد سر زنه، منظور اینه که رئیس مزنه. اتفاقا برعکس، به عنوان اینه که مرد همسرش رو خدمت میکنه و محبت میکنه و محافظت میکنه. اینطور نیست برادر جوزف؟ و برای زنی که شوهرش دوستش داره این اطاعت کردن حتما یک کار خیلی آسونی هم هست. من حاضرم برای خدایی که منو دوست داره جانمو بدم. بله. به خاطر این که منو دوست داره. بله. پس ما هم برای ما هم ملزوم شده برای شوهران که همسرامونو دوست داشته باشیم، درست همونطوری که عیسی مسیح کلیسا رو دوست داشت و جانش رو فدا کرد. ما هم باید به این
اندازه همسرمون رو دوست داشته باشیم تا حتی به دم مرگ وفادار وفادار باقی بمانیم. آمین آمین. خدا رو شکر. پس دوستان عزیز کاملا روشنه که ازدواج در مسیحیت در کتاب مقدس اشاره شده، بارها آیه هایی رو خوندیم، البته آیه زیاد است در مورد ازدواج و در کتاب مقدس اشارات زیادی به ازدواج خیلی ها شده، ازدواج اسحاق با ربکا یا یعقوب با راحیل، ابراهیم با سارا و آدم و حوا و زوجای زیادی در کتاب مقدس بهشون اشاره شده که با هم ازدواج کردن و ازدواج امری بوده عادی در قوم خدا و در کلیسای مسیح و در حقیقت خارج از رابطه زناشویی، خارج از رابطه ازدواج، هر نوع رابطه جنسی بی‌عفتی نامیده میشه در کتاب مقدس و زنا نامیده میشه. پس مواظب باشیم و با سیستم این دنیای گناه آلود، سیستم این دنیایی که تحت تسلط شیطانه، با اون آلوده نشیم و خودمون رو پاک نگه داریم. برای شما آرزوی برکات آسمانی برای خانواده هاتون دارم. افرادی که هنوز ازدواج نکردید دعا میکنم که ازدواج موفقی داشته باشید، همسرانی پیدا کنید که همسران نمونه باشند و بتونن باعث برکت شما، تقویت شما، رشد فکری و ذهنی و روحانی شما بشن و باعث رشد و تعالی شما در اجتماع بشن. و دعا میکنم که تا ابد الاباد با خداوند زندگی کنید و در خداوند شاد باشید. برنامه ما در اینجا به پایان رسید. 40 سری برنامه سوال هفته تا به اینجا انجام شد و خوشحال هستیم که با همراه برادرم جوزه و خواهرم آنا بعضی از سوالات رو خواهرم آنا جواب دادن در این برنامه بودیم و این برنامه ها به پایان رسید. 40 برنامه به پایان رسید و تا برنامه آینده و با برنامه های آینده ای که تولید خواهیم کرد شما رو به فیض و آرامش خداوند ما عیسی مسیح می‌سپاریم. خدا نگهدار. شما می توانید با ما با شماره واتساپ 2031-638-9898-98 با ما تماس بگیرید و همینطور از طریق ایمیل با ایمیل wrpersian@gmail.com می توانید با ما در تماس باشید. wrpersian@gmail.com. حضورت را خواهم
سالو.